بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، الحمد لله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور علی نبی المحبور، الحمد لله الذی بالعز مذکور و بالفخر مشهور و علی السراء و الضراء مشکور و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. الذین اذهب الله عنهم الرجس اهل البيت و طهرهم تطهیرا سیما بقیت الله فی الارضین. ناموس الدهر امام زماننا و ولی امرنا و عصرنا روحی و ارواح العالمین له الفدا. با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی، توفیق دارم که در شب با برکت دیگری از شبهای رحمت الهی در این مکان روحانی خدمت شما گفتگو داشته باشم. مجدداً تبریک عرض می کنم میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت و ولادت حضرت امام جعفر صادق رئیس مذهب تشیع را خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی. و چون در هفته گذشته همطور که استحضار دارید ما در آستانه مقدس نبوی پیشانی بر خاک ساییدیم و سخنرانی من اختصاص به پیامبر اکرم داشت، امشب رو اختصاص دادم سخنم را به فرازی از اندیشه های امام صادق علیه السلام. همانطوری که دوستان ما مطالب رو تعقیب می کنن، قبلا در شب شهادت امام صادق علیه السلام من توصیه‌ای و وصیتی از امام صادق را به عنوان بصری گفتگو کردم. حدیث عنوان بصری که بسیاری از بزرگان و علما و مفاخر عالم اسلام در مورد این عنوان بصری مباحث مفصلی داشتند و کتب زیادی. و امشب هم من اون چه که اندیشیدم و فکر کردم که چه چیزی را اینجا عرضه کنم در این چند روز در مورد سیره امام صادق علیه السلام، سیره اجتماعی و سیره سیاسی ایشون که ایشون مبدع یک نهضت فکری و علمی بوده و اینکه امام صادق به نام رئیس مذهب تشیع نامگذاری شده چرا و به چه دلیل، یه بحثی است ریشه‌دار عمیق که در یک سخنرانی یک ساعت و 45 دقیقه اصلا فرصتش نیست، که این کار عمیقی هست، کار ریشه‌ای است. و بنده بارها عرض کردم که این جلسات باید یک استارتی باشه و الا باید در خانواده ها در همین محافل به صورت سمینارها به صورت یک طرح اساسی سیره بزرگان ما، سیره اولیاء ما برای جامعه ما، خصوصا نسل جوان ما مطرح بشه، ارزیابی بشه و تحلیل بشه. من از زمان کودکی، یعنی شما هم همینطور که در مساجد و محافل دینی حضور پیدا می کردیم، مرتبا ما این مطلب رو به ما می گفتن که این ائمه ما مظلومن، این ائمه ما غریب هستن، خصوصا ائمه بقی علیه السلام رو که می فرماین امام جعفر صادق علیه السلام و وجود امام محمد باقر و امام سجاد و امام حسن مجتبی سلام الله علیهم، اینها به ما میگفتند و مرتب میگن، الان هم تکرار میشه که این ائمه اینها غریبن، اینها مظلومن. بعد بنده خودم اون چه که استنباط کردم از این عوام، اون چه که از غربت و از مظلومیت ائمه بقی انتقال میدن این است که اینا گنبز ندارن، مثلا گنبز و بارگاه ندارن، کفتر ندارن مثلا گنبز و بارگاه امام رضا. در حالی که مظلومیت ائمه و
و قربت یک امام به معنای مجهول القدر بودن اوست، یعنی این قدرش در بین ما مجهوله، این به معنای قربته. و الا حالا گنبد داشته باشه، گنبد طلا یا اون با خاک باشه، امام با امام تفاوتی نمی کنه که ما بگیم اون غریب زیارت کن داره امام رضا اما اون زیارت کن نداره. این تحلیل تحلیل سطحیه. حالا ممکنه که با احساسات یه مقداری احساساتی کسانی که محب به اهل بیت هستن تحت تأثیر قرار بگیره، اما اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها مجهولت القبرا هست، به نظر من مجهولت القدرا هم هست. یعنی همونطوری که قبر فاطمه پنهان است، خود فاطمه هم پنهان است و خود فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما هم قدرش مجهول است. علی علیه السلام مجهول است، یعنی خود علی علیه السلام هم میدونید که قبر اکثر اینها مرقدشون و قبرشون مخفی بوده. خود امام حسین مدت‌ها قبرش مخفی بوده، علی علیه السلام قبرش مخفی بوده، اما اینها اصلا در تاریخ تشیع اینها مخفی هستند و مجهول القدر هستند، به طوری که همین ائمه به ما آموزش میدن که تفاوت است بین محب اهل بیت و شیعه اهل بیت. وقتی که فرهنگ تشیع، اون مانیفست شیعه و تشیع از زبان امام نه از زبان بنده پشت این بلندگو بیان میشه، ما میبینیم که محب خیلی اصلا ائمه رو دوست دارن اما شیعه ائمه نیستن. شیعه بودن رسالتی دارد و شیعه بودن صفاتی دارد که خب حالا در جای خودش وقتی که شما وارد میشید، وقتی از امام صادق میگن اینها رو ما کجا پیدا بکنیم، ایشون آدرسی که میدن میبینیم خب اینها اندکن و اقلن قلیلون من عبادی الشکور. حالا ما اسم شیعه رو یدک میکشیم، من شیعه علی هستم، من شیعه امام حسن هستم، من تابع تشیع جعفری هستم ولی شیعه نیستم. من میتونم بگم من محب به امام حسین هستم، من محب به اهل بیت هستم. به معنای واقعی اطلاق کلمه شیعه بر شخصی مثل من غلط است. بنابراین در اینجا بنده میخوام یک باز برشی بزنم در یکی از وصیت‌های امام صادق. امام صادق یک وصیتی دارد که این وصیت هم از اون شاهکارها و از اون نکات عرشی و آسمانی امام صادق علیه السلام است، به فرد شیعه وارسته ای به نام عبدالله ابن جندب. امام صادق با عبدالله ابن جندب سخن میگه و صفات شیعه رو در این وصیت نامه بیان میکنه. باز بنده عرض بکنم امشب من فرصت ندارم که تمام جزئیات این وصیت نامه رو تحلیل کنم، یعنی اگر ما بخوایم این وصیت نامه رو هم تحلیل عمیق گسترده داشته باشیم، روزها و ساعتها بنده حساب کردم حدود یک سال وقت میبره. هر شب جمعه ما بخوایم اینجا بحث بکنیم وصیت امام صادق به عبدالله ابن جندب در تشریع و توصیف شیعیان خودش رو یک سال طول میکشه که ما اینجا بررسی کنیم و گفتگو کنیم. حالا انشالله اصل این رو بنده تقدیم میکنم به اون سایت مسجد غدیر، در اونجا دوستان مراجعه کنن، مطالعه کنن و غیر از مطالعه تدبر و تفکر در کلام امام صادق داشته باشن. امام صادق شیعیان خودش رو معرفی میکنه. شما میدانید که لفظ شیعه به معنای تقویت است. حالا بنده باز در الفاظ وارد نمیشم که از بحث خارج بشم. همطور که قبلا عرض کردم شیعه بودن دارای مراتب است. اصلا در یه مرتبه ما شیعه نیستیم، در یه مرتبه حتی ما مسلمان نیستیم، در یه مرتبه ما کافریم، در یه مرتبه ما مشرکیم، در یه مرتبه ای، یعنی در یه مرتبه ای از مراتب اگر ما دقت کنیم ما شیعه نیستیم، در یه مرتبه ای از یک مراتب ما کافر میشیم، در یک مرتبه ای از مراتب ما مشرک میشیم. چرا؟ برای اینکه اینها دارای مراتب هستند، مراتب شدت و ضعف. شما نور 500 رو نسبت به نور 10 شمعی وقتی مقایسه میکنی، نور 10 شمعی نور نیست، ظلمت است، ولی نور 500 نسبت به 10 شمعی نور است، نور 10 نسبت به نور 1 نور است، اما 1 نسبت به 10 نور نیست، ظلمت است. شیعه بودن دارای مراتب است، ایمان دارای مراتب است. همونطور که بنده قبلا عرض کردم خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله، ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیارید به خدا،
یعنی ایمان شما اون ایمانی نیست، این ایمان باید ارتقا پیدا بکنه. کفر هم همینطور، شرک هم همینطور. حالا برای ورود به بحث هنوز اون وصیت‌نامه رو شروع نکردم. امام صادق در یک کلامی بسیار زیبا میفرمایند: الکفر فی کتاب الله علی خمسه وجوه. من عربیاشو حذف میکنم برای اینکه از وقت استفاده کنم. امام صادق میفرماید در قرآن وقتی که ما مراجعه میکنیم، چون اینها مفسر قرآنن، بهترین مفسر قرآن ائمه معصومین هستن. یک معنای شیعه یعنی این که ما قرائت معصومین را بهترین قرائت از دین میدانیم. قرائت های دیگر هم احترام میگذاریم، ولی قرائتی که علی از دین دارد، قرائتی که امام صادق از دین دارد، بهترین قرائت دینی است. یکی از معانی شیعه این. امام صادق میفرماید کفر در قرآن پنج وجه دارد، یعنی شما به پنج معنا خدای نخواسته کافر هستی. کفر اول میفرماید که کفر الجهود. کفر الجهود با همون کلمه جهد است با هی جیمی، یعنی انکار مطلق. یک کسی از اساس بگه نه خدایی است، نه پیامبری است، نه ماورای طبیعتی است، نه فرشته است، نه ملکی است، نه انبیایی است، نه بهشتی است، نه جهنمی است، تمام اینها رو من از اساس بی اعتقاد هستم، چه بدانم، چه معرفت داشته باشم، چه ندانم. این یه معنای کفر است. جهد، کفر الجهود، جهود با هی جیمی یعنی جهاد در راه خدا، اما با هی، ببخشید، با هی دو چشم یعنی جهاد در راه خدا، اما جهد با حی، که یه سوره داریم به نام سوره چی؟ جهد در قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، تا آخر سوره مبارکه. سوره جهد است. یک معنای کفر اینه که الحمدلله ما به این معنا کافر نیستیم. معنای دومی که امام صادق علیه السلام می‌فرماید کفر الجهود، دومی هم کفر جهود است اما بر معرفت است، یعنی یک کسی میداند و باور دارد در این حال به خاطر قدرت ها و ثروت ها و شهوت ها و شهرت ها انکار میکنه اون چرا که میداند. در مورد فرعون قرآن میفرماید که و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، نفس اونها یقین داشت به این مطلب ولی اینها جهود بودن و انکار میکردن. این هم یک معنای از کفر است که امام صادق میفرماید. سوم، معنای کفر در قرآن به معنای کفر در برابر نعمت است، به معنای کفران است. وقتی که تخت ملکه سبا رو یکی از شاگردان سلیمان در یک چشم به هم زدن حاضر کرد، سلیمان گفت هازا من فضل چی؟ ربی، این از فضل خداست، خدا به من تفضل کرده، اینو به من داده، بنده اینجا دارم سلامتی دارم، هازا من فضل ربی، شما سالمید، هازا من فضل ربی، شما عرض میکنم جوانی، هازا من فضل ربی، شما میتونی سخنرانی کنی، هازا من فضل ربی، همه اینها من فضل ربی لیبلونی. سلیمان میگه برای اینکه خدا میخواد منو دوچار ابتلا بکنه، کافر باشم یا چی باشم؟ شاکر باشم. اشکر ام اکفر. بنابراین کفران، کافر کسی است که نعمت را کفران میکند و شاکر نیست. یکی از معانی کفر امام صادق میفرماید. وجه سوم کفر این است. چهارم، امام صادق میفرماید وجه چهارم کفر در قرآن ترک آن چیزی است که خدا امر کرده است. یعنی خدا امر کرده اگر مستطیع شدی به حج برو، من مستطیع شدم، میگم خدا یا تو گفتی به حج برو اما نمیرم، این میشه کافر. قرآن میگه وقتی راجع به حج صحبت میکنه میگه فمن کفره، یعنی کسی که حج نره، فإن الله غنی عن العالمین. بنابراین ترک اون چرا که ترک، خدا یا تو گفتی نماز بخون، من اصلا نماز نمیخونم، من ترک از صلات متعمدن فقط کفره. پیامبر میفرماید کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه اون کافر است. و این بحث مفصلی است، هم کافر هم مشرک. علامه طباطبایی بحث دقیقی داره در تفسیر المیزان، میگه کسانی که گناه میکنن یعنی عصیان در برابر خدا میکنن در حال گناه هم کافرن هم مشرکن، یعنی در حالی که اینها دارن گناه میکنن در همون حال کافرن و مشرکن. چرا؟ برای اینکه در خانه کسی هست در خانه کسی نیست،
وقتی در خانه کسی هست من پامو دراز نمی کنم. در خانه کسی هست من لخ نمیشم لخ را برم، چون در خانه کسی هست، یه بچه هست. در خانه کسی نیست، هر جوری که من میخوام باشم. حالا کسی که عصیان در برابر خدا میکنه، لازمه این عصیان یعنی که خدا نیست، این کافره، کفران کرده، یعنی خدا نیست و مشرکه. چرا مشرکه؟ برای اینی که من میگم خدایا من میدونم تو هستی، علم به این دارم، تو عالم مطلقی، تو قادر مطلقی، تو خیرخواه مطلقی، به من گفتی این کارو بکن، اما نظر من اینه که این کارو نکنم، من این کاری که خودم میخوام تشخیص دارم انجام میدم. بنابراین نظر من با نظر خدا مشرک میشم، اینجا به مرحله شرک رسیدم. یعنی خدایا تو گفتی اگر ربا دادی اعلام جنگ با خدا پیامبر بده. من آیه قرآنم میخونم ولی ربا میدم، پول میدم و بهره پول میگیرم. بنده موقعی که دارم پول میدم و بهره پول میگیرم، در همون حال من کافرم. یکی از معانی که امام صادق میگه، یعنی خدایا من اعتقاد دارم که تو در قرآنت گفتی باید من پوشیده باشم، مرد باید حجاب داشته باشه، زن باید حجاب داشته باشه، ولی من با اینی که مسلمونم هستم اعتقادم دارم ولی حجابو انجام نمیدم. در آنی که او بی حجاب است کافر است. این امام صادق علیه السلام میفرماید. یعنی معنای کفر یعنی اون چه که خدا انجام داده این ترک بکنه. وقتی ترک کرد میشود کافر. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. بنابراین این که امام صادق علیه السلام میفرماید که مؤمن، عرض میکنم که در حال مؤمن دروغ نمیگوید در حالی که مؤمن است، مؤمن دزدی نمی کند در حالی که مؤمن است، مؤمن زنا نمی کند در حالی که مؤمن است. معناش چیه؟ یعنی مؤمن اصلا دروغ نمیگه؟ نه، مؤمن دروغ میگه، اما امام صادق میگه چی؟ میگه مؤمن دروغ نمیگه در حالی که مؤمن است. یعنی وقتی دروغ میگه مؤمن نیست. مؤمن زنا نمی کنه خدای نخواسته در حالی که مؤمن است، نه اینی که مؤمن زنا نمیکنه. ممکنه یه مؤمنی بره زنا بکنه، نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا. یا ممکنه یه مؤمنی دروغ بگه و اصرار یعنی غیبت بکنه. ممکنه یه مؤمنی یه جا مجبور بشه از کنم که حجابشو برداره، بنده حجابمو بردارم لخ بشم. اما این که میگه مؤمن دروغ نمیگه در حالی که مؤمنه، معناش این استش که در حالی که دروغ میگه مؤمن نیست، در حالی که ترک واجب میکنه اون مؤمن است. این هم یه معنای کافر. بنابراین به این معنا همه ما کافر هستیم، یعنی همه ما در یه مرتبه از مراتب زندگیمون کافریم و همه ما مشرکیم. و آیه قرآن در سوره یوسف آیه 106 خداوند میفرماید و ما یؤمن و اکثرهم، اکثر اینها ایمان نمی آورند بالله و هم مشرکون، در حالی که مشرکن. از امام صادق علیه السلام همین آیه رو برید تفسیرش رو نگاه کنید در تفسیر صافی. از امام صادق سوال میکنن معنای این آیه چیه که خدا میگه همه آدم ها که ایمان میارن اکثرشون ایمان نمیارن مگر اینکه در حالی که ایمان آوردن اینا مشرکن. امام صادق میگه همین که اینا ایمان به خدا دارن، نمازم میخونن، روزم میگیرن، اما این حرفو تکرار میکنن که اول خدا، دوم حاج آقا تقی، اول خدا، دوم حاج عباس، اول خدا، سوم کبرا خانم. اگه این کبرا خانم نبود بچه من مرده بود، این کبرا خانم بود که بچه من نجات داد. این میشه شرک. یعنی اول خدا دوم نداره، هو اول و ول آخر و ظاهر و باطن، اول اونه آخرم اونه، اصلا ثانی وجود نداره. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر شما گفتی اول خدا دوم شما، این شرکه. حالا ما توجه نداریم، این خود این شرک است. بنابراین این نکاتی که بنده عرض کردم این وجه 4. وجه 5 هم امام صادق علیه السلام میفرماید کفر در قرآن به معنای بیزاری و انزجار هست. شما از چیزی که انزجار داری نسبت به او کافری. حضرت ابراهیم به بت پرستا میگه انما کفرتو به ما اشرکتم، به اون چیزی که شما شرک ورزید به این بت ها من کافرم. بنابراین شما همتون که توی مسجد هستید کافری. کفران یعنی چی دارید؟ یعنی بیزاری دارید نسبت به بت پرستی، بیزاری دارید نسبت به ظلم. از این جهت ما کافریم. ناراحت نشید اگه من گفتم کافریم، من خودم رو عرض میکنم و پناه میبریم. به هر حال اون خالص 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 خالص، یعنی طلای 100% عیار مطلق داشته باشه که اصلا این طلا خالص خالص طلا باشه که ما نداریم، مگر اینکه ما بگیم اولیای الهی، که بله انبیا و اولیای الهی و ائمه، تازه اونا هم درجات دارن اما در یه درجه اعلای. اما ما به هر حال خالص نیستیم. این که بنده این رو تکرارم کردم. امام صادق علیه السلام در یک عبارت بسیار زیبایی
می‌فرماید الشیعه ثلاثه و اصناف، شیعیان ما سه گروه هستند. خوب نگاه کنید مراتب شیعه رو بیان می‌کنه. دسته اول کیو هستن؟ سنفون یتزینون بنا. دسته اول شیعیانی هستن که فقط به اسم ما خودشون زینت میدن. ما تابع امام صادقیم، ما رفتیم زیارت کربلا، ما نمیدونیم سفره انداختیم، ما این کارو کردیم، این زینت میدن خودشونو به اسم ما، فقط همین، یعنی یک نوع تظاهر فقط به همین آداب و مراسم. یعنی امام حسین در حد یه آداب و مراسمی که روز عاشورا این قضای بدن و عزاداری بکنن و خوبم هست، به جا هم هست، اما فقط در حد همین که اسم ما به اسم حضرت علی متزین میشه، سفره ما سفره حضرت ابوالفضل میندازیم. عرض میکنم که ناد علی میگیم یا علی میگیم، ارادت به علی نشون میدیم، در حد همین دیگه، بیشتر از این نمیره. اما اگر جدی بشه بخواد زندگی علیوار و صادقوار و زندگی حسینی داشته باشه، اونجا میگه آقا دیگه ما اینجا تا اینجاشو اومدیم دیگه، اینجا به بعد ما مردش نیستیم. امام صادق میفرماید سنفون یتزینون بها، و سنفون دسته دوم از شیعیان ما که کیا هستن، و سنفون یستعکلون بها، دسته دوم کسانی هستن که اینا با ما میخورن، یعنی اسم ما رو میارن دنیاشون رو آباد میکنن، اسم ما رو میارن پول میگیرن، اسم ما رو میارن قدرت تصاحب میکنن، اینا پشت اسم امام صادق پنهان میشن و به امام صادق خیانت میکنن، اینا هستن. میفرماید اینا میخورن، یستعکلون بنا، به وسیله ما دنیاشون آباد میشه، چه پولهایی که به نام ما اینها نمیگیرن. اینم دسته دوم از شیعیان هستن. همه اینها مدرکش هست در کتاب بهار الانوار، در عرض میکنم خدمتون که تحف العقول که از کتابهای معتبر هست، بنده اینها را عرض میکنم. و دسته سوم و سنفون مننا و الینا، از ما هستن و به سوی ما هستن، اصلا جزو ما هستن، عین ما هستن. وقتی که شما اونها رو میبینید یاد ما میفتید، وقتی که شما اون زندگی اونها رو میبینید یاد امامان شیعه میفتید. و الینا یعمنون به امننا و یخافون به خوفنا، اونها امنیت پیدا میکنن با امنیت ما، یعنی اون چی که ما امنیت پیدا میکنیم در سایه اونها هم در سایه همون چیز امنیت پیدا. یعنی اینها پناه میبرن به اون چیزی که ما به او پناه میبریم، و وحشت میکنن از چیزی که ما از او وحشت میکنیم، فرار میکنن از چیزی که ما از او فرار میکنیم. حالا در این زمینه عرض میکنم که روایات زیادی هست که امام صادق علیه السلام فرمودن، بنده همه اینها رو استقصا کردم. عرض میکنم که بله، میفرماید که یبن النعمان، در یه فراز دیگه، اینم توجه بفرمایید حالا تا وارد وصیت نامه امام صادق بشم، امام صادق در یه فرازی میفرماید یبن النعمان انا اهل بیت، ما اهل بیت پیامبر هستیم، لا یزال الشیطان یدخل فینا، همیشه اینو بدون تا ابد شیاطین میان داخل در ما میشن، برای اینکه ما اسممون محترمه، مردم ما رو دوست دارن، شیطان میاد در بین ما اهل بیت، لباس اهل بیت رو به تنش میکنه و خودش رو متصف به اهل بیت میدونه، در بین ما هست، یدخل فینا من لیس منا، داخل میشن در بین ما کسایی که از ما نیستن، ولا من اهل دیننا، و از اهل دین ما هم نیستن. فاذا رفعه، وقتی که شیطان در بین ما اینو بلندش کرد، برد بالا، همه مردم بهش توجه کردن، و نظر الیه الناس، و مردم دیگه گفتن عجب آقایی، امره الشیطان فیکذب یا فیکذب علینا، شیطان به او امر میکنه حالا کاری کن که اینها رو تکذیب بکنی، یعنی آبروی اینها رو ببری، آبروی امام صادق رو ببری، آبروی علی رو ببری، آبروی حسین رو ببری، چون امام صادق میگه کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، شما برای ما زینت باشید نه اینکه برای ما شین باشید. یعنی من کاری که میکنم، میگن این کیه، میگن این شیعه است، اسم من گذاشتم شیعه، من شیعه جعفری هستم، اسم امام جعفر صادق که میاد آبروی امام جعفر صادق رو میبرم. و حالا بعد اینا سرنگون میشن، اینایی که میان در بین ما قدرت هم میگیرن، بالاخره سرنگون میشن، و کلما ذهبه، وقتی که رفتن، واحدون جاء آخرو، وقتی که این یکی رفت یکی دیگه میاد، یعنی دائما این منطقه ولایت ما و منطقه امامت ما
و منطقه اهل بیت منطقه ورود و دخول شیطانه. اینی که باید شما توجه داشته باشید. اینی که حالا بنده یه دفعه بحث میشد که عرض میکنم خدمتون که چرا تو محیطای مذهبی و دینی این همه اختلاف هست و این همه کشمکش هست و در جاهای دیگه این همه ما کشمکش نمیبینیم. یکی از دوستان یه نظری داد، گفت برای این که در اینجاها اسم دین مطرحه، اسم امامان مطرحه، اسم قرآن مطرحه، شیطان خب بیشتر رفت آمد میکنه، بنابراین شیطان بیشتر نقشه میکشه. شیطان اینجا میدانی هستش که خب بالاخره باید خراب بکنه، مثل نمازی که شما میخونی. بنده اینو بارها گفتم، شما وقتی که داری فیلم سینمایی نگاه میکنی اصلا تمرکزت به هم نمیریزه، فیلم سینمایی رو نگاه میکنی، اما وقتی که میگه الله اکبر میخوای نماز بخونی اصلا همینطور این عرض کنم که سهام ابلیس میاد به سمت تو، تمام فکرت همه جا میره، بازار میره، میری ایران، دلار نمیدونم بالا پایین، همه در حال نماز و داری نماز میخونی، رکوع رفتی میگی دلار چنده، سمع الله لمن حمده چیکار کنم، نمیدونم همه اینا هستش. چرا اینطوریه؟ برای اینکه در اون لحظه شیطان احساس خطر کرده، بنابراین هر جا که این خطر بیشتره بنابراین میبینیم فساد بیشتره، مثلا نفاق بیشتر. حالا اینم یه تحلیلی است. خب وصیتی است از امام صادق، من فقط چند تا فرازشو عرض میکنم، بعدا اینها رو من ایمیل میکنم برای سایت مسجد قدیر، ان شاءالله دوستان حتما مراجعه کنن، ما عادت کنیم به تدبر، عادت کنیم به مطالعه و ببینید اینها رو ببینید. یکی از وصیت های امام صادق به عبدالله ابن جندب است، یا عبدالله. حالا عبدالله کی بوده؟ من اینم عرض بکنم که در مورد این که امام صادق که چرا اسمش شده رئیس مذهب تشیع، این بحث الان یکی از دوستانم اشاره کردن بحث مفصلی داره، اما امام صادق در بین تمام ائمه ما یه ویژگی های خاصی داره، همه اینها کلهم نور واحد ولی یه ویژگی های خاصی داره. امام صادق تنها امامی است که طولانی ترین عمر رو داشته نسبت به همه امام ها. این رو میدونید دیگه، 65 سال، در حدود 65 سال امام صادق علیه السلام عمر کرده، در حدود 15 سال در دامان امام سجاد پرورش پیدا کرده، 22 سال در دامان امام محمد باقر و دوران امامت ایشون 35 سال طول کشیده. بنابراین این عرض عریض رو شما در نظر بگیرید از نظر کمی و کیفی و با توجه به شرایطی که امام صادق در اون شرایط قرار میگیره که خرافات و اوهام و تفکرات ماتریالیستی و فرقه ها و گروه ها و اندیشه های مختلف از شرق و غرب عالم اصل اون اعتقادات و فرهنگ دینی را داشت لطمه میزد، امام صادق علیه السلام به پشتوانه اون حرکت امام حسین علیه السلام که باید پشتوانه فرهنگی هم داشته باشه یک نهضت علمی در دنیا به وجود میاره که علی تحقیق 4000 دانشجو و 4000 شاگرد در محضر امام صادق تربیت میشن و نه فقط در علوم تفسیر و فقه بلکه در همه علوم. و بعدا ما میبینیم که راجر بیکون و فرانسیس بیکون اصلا اگه من بخوام واردش بشم رنسانس اروپا و این که این اروپایی ها اصلا طب نمیدونستن چیه، هندسه نمیدونستن چیه، اصلا حمام نمیدونستن چیه. گوستاو لوبون فرانسوی نوشته در کتاب تاریخ تمدن هم هست، اصلا میگفتن هر چه آدم کثیف‌تر باشه به خدا نزدیک‌تره و در اونجا آمده یک کشیش 14 سال خودشو نشسته بود و میگفت هر چه من کثیف‌تر باشم به خدا نزدیک‌تر هستم. و حمام رو از مسلمان‌ها یاد گرفتن، علم طب از مسلمان‌ها یاد گرفتن، اصلا اساس ریاضیات تحت تأثیر و افکار چند نفر مسلمان بوده، جابر ابن حیان پدر علم شیمی و اصلا در یک سطح گسترده ای اگر ما بخوایم وارد بشیم شما مراجعه بفرمایید به یکی از آثاری که وجود داره، اثری که هانری کوربن داره، امام صادق، جعفر صادق، مغز متفکر جهان شیعه. اینا رو ما الان واردش نمیشیم، اما در اینجا که برای ما هم رهنمودی داره، یعنی کاربردی ما هم تو زندگیمون انجام بدیم، اولین نکته ای که امام صادق در نسبت به شیعیان خودش میخواد سفارش بکنه میگه مواظب شیطان باشید، چون شیطان قسم یاد کرده لاغوینهم اجمعین، من همه اینها رو اغوا میکنم الا عبادک چی مخلصین. بعد میگه از همه سو هم من میام، این شیطان میگه از همه سو هم میام، از راست و چپ و روبرو و پشت سر، از پشت سر یعنی از طریق گذشتتون، از روبرو از طریق آرزوهاتون،
از دست راست از طریق دین و دیانت، از دست چپ از طریق دنیا، از هر طریقی من میام. امام صادق در اینجا میگه یا عبدالله لقد نسب ابلیس حبائله، میفرماید که این ابلیس آمده دامهای خودش رو پهن کرده. حبائل حبل ریسمان، شیطان ریسمان داره، با این ریسمان ها مثل دامی که میندازه صیاد ریسمان هایی داره. این مطلب من چند بار در کلاس های درس هم گفتم که یه شخصی شیطان رو در خواب دید و دید که روی دوشش ریسمان ها و تناب ها و تور های مختلفه. بعد به شیطان گفتش که این چیه؟ گفت من خب شیطان که میدونم تو شیطانی، ولی اینا چیه؟ گفت اینا اون تناب ها و اون تور هایی است که فرزندان آدم رو به تور میندازن. دید یک توری، یک تناب خیلی کلفتی روی اون دوششه. گفت این مال کیه؟ گفت مثلا مال شیخ انصاریه، یا مثلا مال شیخ مفیده. میگه خب حالا اینو به تور انداختم. میگه یه دفعه انداختم با همین تناب کلوف و این چیکار کرد؟ پاره کرد، این تناب رو پاره کرد. تناب‌های مختلف. بعد به شیطان گفت اون تنابی که منو به دام میندازی کدوم یکی از ایناست، از این تورات؟ شیطان گفت تو اصلا احتیاج به تناب نداری، خودت میای، یعنی اصلا خودت منتظری و لبیک میگی، اصلا نزده میرقصی. حالا این شیطان میاد و این دامو پهن میکنه مثل صیاد و یه صدایی هم از خودش در میاره. دقیقاً آیه قرآن اینو میگه، الذی یوسوسو چی فی صدور الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. خدا میگه سه بار به خدا پناه ببرید، من شر چی وسواس، از شر اون موجودی که میاد وسوست میکنه، صدا در میاره از خودش. ولی الخناس بسیار چی از ها پنهان است، این صدایی که شیطان. امام صادق میگه مواظب با شیطان دام و پنگ کرد. شیطان یعنی نه اینی که شما رو میبره کاباره و اینها، همینجا الان شیطان اینجا پشت این تریبون هست، در گوش من داره میگه که ببین داری سخنرانی میکنی، یا آدمی هستی موجهی، مردم دارن به حرفات گوش میکنند، مرید داری پیدا میکنی، یه عده از اینجا که میان باها دست میدن، میگن آقا خیلی ممنون فلان، اینا زنگ میزنن تشکر، اینا همش وسوسه است. یعنی همه اینا آدم رو میگیره، یعنی این نیستش که آدم بره که تو کاباره، نه، همین که به قول یکی از بزرگان میگفت، همین که آقا حرکت میکنه صدای نعلین شاگرداش از پشتش به گوشش میرسه، اون صدای نعلین این آقایونی که پشتش دارن حرکت میکنن، اون وسوسه شیطانه، الذی یوسوس فی صدور الناس. امام صادق میگه مواظب باشید این دار غرور، در این دار غرور حبائله و این قصدش فقط و فقط اولیاء ماست، یعنی دوستان ماست و شیعیان ماست. حالا شیعیان شما چه نشانه هایی دارن؟ خیلی این بحث خیلی طولانیه، حالا اون نشانه هاشون رو عرض میکنم. میفرماید که فما یصدفی ها الا اولیاءنا، بذار عربیاشو نگم. میگه شیعیان ما کسانی هستن که آخرت در نزد اونها عظمت داره، دنیا در برابر آخرت، چون آخرت ابدیته، آخرت چیزی است که همیشه هست، اما دنیا چیزی است که عاجل با عینه، یعنی خیلی زود میگذره، عاجل با عین، اما اون عاجل با الفه. ما دو تا عاجل در قرآن داریم، یک عاجل با الف، یک عاجل با عین. عاجل با عین یعنی همین زود میگذره. الان شد 60 ساله، چقدر گذشت؟ 6 دقیقه. شما نگاه کن، همین دیروز بود که میرفتیم دبستان. بله، بنده تو مرز 60 سالگی دارم وارد 60 ساله. آقا اینقدر پیر نیستیم، 55 سالم. عرض میکنم که داریم وارد میشیم. همه ما این چی است؟ این خیلی زود میگذره، عاجل با عین و عاجل با الف. میفرماید ولقد جلت الاخره، در چشمه های اینها آخرت بسیار بزرگ است و جلیل است و اینها آخرت رو با هیچ چیزی عوض نمی کنن. امام صادق میگه شیعیان ما کسانی هستن که در قلوبشون نورانیت و معنویت انباشته شده، همان نوری که خدا میگه که در قلب هر کس که بخواهم قرار میدم، همان نوری که میگه یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد امام صادق میفرماید که شیعیان ما چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که دنیا در نزد اونها مانند مار خطرناکی است که از دور وقتی که نگاه میکنی مثل یه چوب اون بالا وایستاده، در زمان قدیم بوده، فکر میکنی چوبه، ولی وقتی که جلو میری تو رو میگزه. شیعیان ما اینطوری هستن. آنسو بالله، شیعیان ما صفت سوم و چهارمشون رو میگه، کسانی هستن که انس به خدا دارن، یعنی از یاد خدا لذت میبرن، از حضور در جلسه و مجلس خدایی لذت میبرن، از عبادت با او لذت میبرن. شیعیان ما کسانی هستند که واستوحشوا، اینها وحشت دارن از اون چیزی که مترفین و خوشگذران ها به او انس دارن. نمیگم خوشگذرانی نمی کنن،
به هرچی که اونها اونس دارن، به دنیا اونس دارن، به لذت‌های عاجل اونس دارن. اینو بنده بارها در سخنرانیام عرض کردم که اساساً ما یه لذت داریم، یک درک داریم، یک محبت داریم. محبت بر اساس لذت است، لذت بر مبنای درکه. یعنی تا شما چیزی رو درک نکنی ازش لذت نمیبری. این غذایی رو که میارن اینجا، این غذای کانادایی، بنده اصلا نخوردم، این غذا رو اصلا نخوردم، نمیدونم چیه، بنابراین لذتی ازش نمیبرم. زمانی درک میکنم، لذت میبرم که درک بکنم. و وقتی که لذت بردی، محبت به او پیدا میکنی. پس محبت ریشش لذته، لذتم ریشش درکه. حالا هر چقدر درک قوی تر باشه، لذت قوی تر باشه، هر مقدار لذت قوی تر باشه، محبت قوی تر میشه، اونس بیشتر میشه. خوب توجه کنید، بنده این مثال هفته قبلم عرض کردم، یه آقازاده ای رو ما میاریم اینجا، 4 سالشه اینجا نشسته پای سخنرانی بنده، بعد صحبت من تموم میشه میاد میگه آقا چی گفتی، همش سرمو درد آوردی، یه شکلاتم تو این مسجد به من ندادن. لذت او، اون لذت شکلاته، اون شکلات رو میخواد. اما وقتی که این آقا اومد وارد دانشگاه شد، مدارج علمی رو طی کرد، دیگه دنبال شکلات نیست. یعنی لذت های بالاتر رو انسان اونس پیدا میکنه. اینها اونس به خدا دارن و وحشت دارن از اون چیزی که مترفین به اونها اونس دارند. و میفرماید شیعیان ما کسانی هستن که تو هر جامعه ای باشن، فتنه ها در اون جامعه به دست اونها گشوده میشه، مشکلات به دست اونها برطرف میشه. جامعه شیعی جامعه ای است که در او فتنه ای نیست، بلیه ای نیست. اگر بلیه، منظور بلاهای اعتقادیه، بلیه بلاهایی است که شما میبینید چندین هزار پرونده طلاق در یک هفته، اینو میگن بلا. بلیه یعنی این که شما نگاه میکنید چقدر بیماری ها گسترش پیدا میکنه، بیماری های روحی در بین مردم، چقدر انحرافات، چقدر بیدینی ها، چقدر فرار از دین، اینا همه بلیه است دیگه. شیعه ما کسی است که این بلیات رو همه رو برطرف میکنه. اینها رو مراجعه بفرمایید، روش تأمل داشته باشید در قسمتی که میگیم. خب درس دوم، این درس اول بود. حالا درس اول چند ماده داشت، بنده اینا رو همه رو کلاسی کردم، اگه اینجا کلاس بوده اینا پای تخته براتون می نوشتم. درس دومی که امام صادق میده، میگه شیعیان ما کسانی هستند که اینها چی دارند. حالا توجه کنید، یبن جندب، هر کسی که ما را میشناسد و میگه شیعه ما هستم، این شخص باید در هر روز و در هر شب حالت محاسبه نسبت به نفس خودش داشته باشه، مراقبه نسبت به نفس خودش داشته باشه. بنده راجع به مراقبه قبلا گفتم، امروز میگن مدیتیشن. مراقبه از همون کلمه رقبه میاد، رقبه یعنی گردن و مراقبه یعنی کشیدن و گردن کشیدن. مراقبه رقب، شما گردن میکشی، کشیک میکشی، نگاه میکنی، یه مطلبی رو یه جا معلمی داری امتحان میگیری از دانشجوات، همطور نگاه میکنی دانش آموزی، دانشجویی اینجا خطا نکنه. مراقبه یعنی گردن بکشم، کشیک نفسمو داشته باشم. و این چند تا مراتب داره. اولیش اینه که عملا شما باید با خودتون صبح که بلند میشی از خواب، نماز صبحت که خوندی، با خودت مشارطه کنی. اولش میگن مشارطه است، یعنی با خودت شرط بکنی که دروغ نگی، با خودت شرط بکنی کسی رو، دل کسی رو نیازاری، با خودت شرط بکنی گره از کار کسی باز کنی، با خودت این شرط، با خودت شرط بکنی نماز اول وقت مثلا بخونی. اینو میگن مشارطه. در طول روزم مراقبه داشته باشی نسبت به این مشارطه. شب که آمدی، وقتی که خواستی بخوابی، دور کرد نماز بخونی، رو به قبله، اینا رو انجام بدیم ما، یعنی این اصلا خودسازی و عرفان از همینجا شروع میشه. دور کرد نماز، رو به قبله وضو میگیری، رو به قبله با خودت محاسبه میکنی، میگی خب امروز که شرط کردی که دروغ نگی، چند تا دروغ گفتی؟ آخ اونجا دروغ گفتم، نباید دروغ میگفتم. اون جایی که وفای به عهد قول داده بودی، وفای به عهد نکردی. همه اینا رو بیار رو کاغذ، اینا رو میگن محاسبه. بعدش چیه؟ معاتبه. پس مشارطه و چی شد؟ مراقبه و محاسبه و معاتبه. معاتبه یعنی چی؟ میگی خودتو جریمه میکنی، میگی حالا که دروغ گفتم 3 روز برای این دروغم روزه میگیرم، حالا که به عهدم وفا نکردم من یه انفاقی فردا انفاق بکنم برای یک فقیری، به این مؤسسه دینی قدیر بیام کمک بکنم، فردا میرم $500 میدم به خاطر این گناهی که کردم، میدم این پول رو میدم برای خاطر خدا، میدم $100 میدم، $50 میدم. این روشی است که راجبش کتاب ها نوشتن، مشارطه و مراقبه. و مثل یه تاجر، یه تاجر هم همینطوریه، یه تاجر که میاد با خودش مشارطه میکنه، بعد
در طول روز با هم دیگه مراقبه داره، بعد محاسبه میکنه با خودش. نسبت به خودمون ما این حالتها رو داریم؟ اصلا شماها کسایی که مواظب لاغری و چاقی خودشون هستن ها، اینقدر مراقبه دارن، اطلاعات تمام غذاها رو بعضی از این خانوما دارن که چه غذایی باید بخورن، کی باید بخورن، چه جوری باید بخورن. بعضی از آقایون هم همینطور. این مراقبه است نسبت به جسمش، اصلا اینقدر مراقبه میکنه، هر روز خودشو تو آینه نگاه میکنه، یه چروکی افتاده باشه به فکر میره آیا انسان نسبت به روح خودش این آینه رو نباید بگذاره و این رو ببینه. امام عرض میکنم که صادق میفرماید درس دومی که تو این وصیت نامه من به شما شیعیان خودم میدم این استش که شما محاسبه و مراقبه داشته باشید، اگه کار خوب انجام دادید زیادش کنید، اگر کار سیئه انجام دادید استغفار بکنید. استغفار، استغفار از کلمه غفر میاد، غفر یعنی پوشوندن، یعنی خدای دست منه بگی برو بالا. غفر، استغفار. یکی از این جوانان از من سوال میکرد که آقا حضرت علی در دعای کمیل مگه نمیگه اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا ببخش گناهان مرا که دعا رو حبس میکند، ببخش گناهان مرا که بلا رو نازل. مگه حضرت علی گناه رو کرده؟ یا حضرت علی چه داره تعارف میکنه یا انجام داده یا انجام نداده؟ با اینکه علی علیه السلام دارد که تمام این کمیل رو در سجده به جا می آورده و اشک می ریخته، اینجا این غفران همیشه نسبت به گذشته نیست، نسبت به آینده هم هست. خوب توجه داشته باشید، من به شما میگم که اگر ما رفتیم فلان جا شما مواظب من باشی، یا مبادا دست منو بگیرن من بخورم زمین، مبادا اینطور بشه. این استغفار نسبت به آینده است، یعنی خدایا گناهانی که باعث میشه پرده های عصمت دریده بشه من مرتکبش نشم، یعنی من به اون دام نیفتم. چون و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسو الا ما رحم ربی، این معناش هستش. خب بعد امام صادق علیه السلام میگه خوشبخت شیعیان ما که هیچ وقت قبطه انسان های مرفه رو نمیخورن. میگه صفات شیعه ما اینه که حالت قبطه ندارن، که یه حالتی که ای کاش که ما خونه این آدم رو تو این وست ونکوور، چقدر خونه قشنگی، ای کاش که منم مثل اون یه کشتی شخصی داشتم، ای کاش روی عرشه کشتی شخصیم هواپیمای شخصی داشتم، ای کاش نمیدونم هواپیمای شخصی میامد ما رو میبرد، شاممون رو تو لندن میخوردیم، نهارمون رو تو نیویورک میخوردیم. خیلی حالا اینا که آرزوهای بزرگه، همین آرزوهایی که ای کاش ای کاش کاشکی کاشکی که انسان با خودش میگه کاشکی اینطوری میشد، کاشکی اینطوری میشد. نسبت به دنیا در قرآن هست، در مورد قارون که خداوند میگه که ما به او ثروت دادیم، ایده‌ای که نگاه میکنن قارون میاد، خداوند میگه که اینها میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ای کاش خدا نمیشد ما هم مثل این قارون میشدیم. اما میگه اون کسی که به فکر ابدیت است، به فکر آخرت است، میگه ثواب پروردگار بزرگتر است. طوبی لعبد لم یقبت الخاطئین علی ما اوتوا من نعیم دنیا، خوشبخت شیعیانی که طلب میکنن آخرت را و آرزوهای کاذب اونها رو دچار الحاح نمیکند، فریب نمیدهد. خب حالا نگاه کنید صفت بعدی شیعیان. امام صادق علیه السلام در درس پنجم به ما میگه که دعوت بکنید مردم رو به اهل بیت ما، دعوت بکنید به این اهل بیت، یعنی به معارف اهل بیت. رحم الله قوما، خدا رحمت کند اون شیعیانی که کانو سراجن و منارا، اینا چراغ باشن برای مردم و منار باشن. چراغ عرض میکنم که هم کوچیک هم بزرگ، چراغ که میگن سراج، هم چراغ کوچیکو میگن سراج، هم بزرگو میگن. اما منار و مناره در زمان قدیم اون ستونهای بزرگ بوده، تو بیابونا بالاش چراغ بزرگ روشن میکرد، این برای راه دور بوده چراغ و فانوس برای نزدیک بوده. میگه خوشبخت اون شیعیانی که اینا برای مردم چراغ بشند و برای مردم مناره بشند و راه به سوی ما رو به مردم چیه؟ نشون بدن، اما فقط حرف نزنن، عمل هم بکنن. کانو دعاتن الینا به اعمالهم، میگه مردم رو با اعمالتون عمل بکن، اینطوری نباشه که
بنده قعر جهنم باشم، اون آقا قعر جهنم باشه، اونایی که تو بهشتن برگردن تو جهنمی ها بگن ای حاج آقا اونجا چه کار میکنی؟ ما در اثر راهنمایی شما رفتیم بهشت، شما به ما گفتیم ما عمل کردیم رفتیم بهشت، ولی خود تای جهنمی. بله عرض میکنم که واعظ غیر متعظ نباشید. امام صادق علیه السلام میفرماید که شیعه ما کسیست که میخواند مثل چراغ است ولی عمل میکند و از نظر گفتار اسرار ما رو افشا نمیکنه. یعنی چه اسرار ما رو افشا نمیکنه؟ یعنی میگه در گفتار، ببینید ما یه عقلانیت گفتاری هم داریم، یعنی هر چیزی رو نباید بگی، هر چی... چون طاقت ها کمه، شما هر مطلبی رو از این ائمه نباید هر جای انسان بیان بکنه، هر چی رو آدم بیاد بیان بکنه پشت تریبون پشت بلندگو، حالا ولو حق، چون بعضیا طاقت ندارن، بعضیا ظرفیت ندارن، این جزء اسرار میشه، اسرار توحید. این که پیغمبر اکرم میفرماید که لو علم ابو ذر فی قلب سلمان لقتله. سلمان و ابو ذر هر دو از صحابی پیغمبر بودن، سلمان و ابو ذر هر دو درجات بالا داشتن، مگه غیر از اینه؟ پیغمبر اکرم میگه اگه ابو ذر میدونست تو دل سلمان چیه، سلمان رو میکشت. یعنی ابو ذر طاقت عقیده سلمان رو نداشت. اینطوری نیستش که عقاید ما اتو کشیده بگیم که همه باید اینو بپذیرن و با همه یک فرهنگ گفتاری انسان داشته باشه، هر چیزی رو که هر جایی نباید گفت. امام صادق در اینجا میفهمید لیسو کمن یوزی و اسرارنا، نباید شایع بکنه و پخش بکنه اسرار ما رو. قسمت بعدیش رو عرض میکنم. امام صادق میفرماید شیعیان ما کسانی هستن که خوف دارن، خوف، این خوف از خدا در حقیقت خوف از نرسیدن به اوست، و شفق دارن، یعنی میترسند از اون چیزی که خدا به اونها داده از نظر هدایای هدایتی، نه هدایای عرض کنم که دنیایی، که این هدایای دنیایی رو خدا میگه من به دشمنان خودم هم میدم، شما نگاه نکنید، من به همه میدم و این برای این استش که اینا دوچار فتنه بشن. مبادا شما فکر کنی که خدا دوست داره کسی رو بهش ثروت داده، هرگز. خداوند میفرماید که اینطور نیست، من دنیا رو به اینها دادم برای اینکه اینا دوچار فتنه بشن، خودشونو نشون بدن، اما هدایایی من دارم، رزق. اصلا بنده اینو میخوام به شما بگم، اصلا رزق، ما میگیم رزق و روزی خدا، الان مثلا خب رزق و روزی است، ما شکر خدا به جا میاریم، اما رزق حقیقی اون رزقیه که در آخرت به انسان میرسه، رزق حقیقی اون رزقی است که در به اصطلاح چارچوب معنویت به انسان عطا میشه. بله بعد میفرماید اینا کسانی هستن که و اذا تلیت علیهم آیاته زادت ایمانا، که این بحثش طولانیه که راجب مراتب ایمان که قبلا هم بنده عرض کردم، ببین ایمان زیاد و کم میشه دیگه، میگه وقتی که اینها میان تلاوت آیات الهی بر اونها میشه، این شیعیان ما ایمانشون زائد میشه. قسمت بعدی رو عرض کنم. امام صادق میگه یبن جندب قدیما عمر الجهل، یعنی چی؟ خیلی مهمه اینجا. امام صادق در این فراز هفتم اشاره میکنند به کسانی که دین را به عنوان ابزار قرار میدن، خوب توجه کنید کلام امام صادق، برید ببینید، و جهل دینی رو در بین مردم گسترش میدن. امان از جهل دینی، امان از جهل مقدس، یعنی ظلم مقدس و جهل مقدس، دو چیز جامعه رو قهر جهنم میبره. یکی جهل مقدس، یعنی جهلی که توجیه دینی بشه با خرافات، با خرافات، و ظلم مقدس یعنی ظلمی که به نام دین، به نام نماینده خدا، به نام نماینده رسول الله، به نام سایه رسول الله، به نام جانشین پیامبر و امامان، این ظلم توجیه بشه، این مورد حمله قرار میگیره. امام صادق علیه السلام میفرماید جان من فدای او، میفرماید که قدیما عمر الجهل، از قدیم جهالت آباد شده، از قدیم عمر یعنی آباد، آباد شده جهل، و قوی اساسه. چرا؟ چرا اینطور شده؟ چرا مردم جاهلن؟ امام سجاد میفرماید برای اینکه عامل جهل مردم دیندارانی هستند که دین را ابزار بازی خودشون در دنیا قرار دادن. نگاه کن میفرماید و ذالک لاتخاذهم دین الله لعبا، دین خدا رو اینا بازیچه قرار دادن، از دین خدا برای قدرت خودشون استفاده کنن. خب مردم به جهالت کشیده میشن، جهالت، دچار خرافات میشن.
یا مردم دچار جهالتی میشن مثل عصر جاهلیت در برابر عقلانیت. لقد کان المتقرب منهم الی الله به عملهی یرید و سواهو اولئک هم الظالمون. همین کسایی که به نام دین میان و با علمشون میگن ما میخواییم قربه به خدا پیدا بکنیم، اینها کسانی هستن که غیر از خدا رو طلب میکنن. به خاطر این مردم جاهل میشن. و اینها کیا هستن؟ ستمکران هستن. ای پسر جندب، اگه شیعیان ما استقامت بکنن، یعنی اعمال خدا بهشون هرچی گفته انجام بدن، استقامت بکنن، الذین آمنو چی؟ ثم استقاموا، الذین بله آیه رو یادم رفت، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن پروردگار ما خداست و استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، میگه اگر استقامت کنن ملائکه میاد با اونها مصافحه میکنه و اینها از بالای سرشون و از زیر پاشون میخورن، یعنی خداوند نعمت رو بر اونها افاضه میکند، اینها دچار فقر نمیشن. بعضیا رو بنده اینجا قیچی کردم، همیشه البته ما تو سخنرانیامون قیچی میکنیم چون به هر حال صحبت ها طولانی هستش. در این فراز امام سجاد میفرماید که ای پسر جندب، از شیعیان ما هلاک میشه کسی که توکل بر عمل خودش بکنه. توکل بر عمل خود، یعنی بگه با این عمل من نجات پیدا کردم، یعنی یه سلسله اعمالی که انجام داد بگه امیدوارم خدا منو نجات میده. ولا ینجل متجرع و علی الذنوب الواثق به رحمت الله، و هیچ نجات پیدا نمیکنه اون کسی که تجری بر گناه پیدا میکنه به خاطر اینکه امید به خدا داره. یعنی چی رو میخواد بگه امام صادق؟ میگه شیعیان ما باید حالت خوف داشته باشن، هیچ وقت مغرور نشن به عملشون، اتکای به عملشون نداشته باشند، و از اون طرف باید چی؟ رجا هم داشته باشند. بین الخوف و رجا، حالا نگاه کن چی میگه؟ میگه مثل این که یک آدمی قلبش تو چنگال یک پرنده است، گاهی میگیره فشارش میده، گاهی ولش میکنه. خدا همینطوریه، قلب شما بین دو انگشت خداست، گاهی فشار میده گاهی ول میکنه، گاهی فشار میده گاهی ول میکنه. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب ها حالت اقبال و ادبار پیدا میکنه. اینم بهتون بگم، امام صادق میفرماید هر کس که میخواد خدا در بهش او رو با حورالعین تزویج بکنه، حالا این بیان سمبولیکه، یعنی به بهشت بره، یعنی به قله کمال برسه، هر کس که میخواد خداوند تاج نورانی بر سر او قرار بده، هر کس که میخواهد بالاترین نقطه اوج کمال دیانت را طی بکنه، سعی کنه در دل انسانهای دیگر سرور و شادی را وارد بکنه. این که شما شنیدین، ادخال سرور در قلب انسانها، در قلب مؤمن، یعنی باعث شادی اونها بشه. پیغمبر اکرم فرموده، بنده اینجا آوردم که امام صادق باز میفرماید، لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله. فکر نکنید اگه شما دل کسی رو شاد کردی فقط دل او رو شاد کردی، نه، امام صادق میگه والله دل پیامبر رو شاد کردی و والله دل خدا رو شاد کردی. حالا اینجا اگه بخوام مثلا بنده بخوام سخنرانی کنم، یه دو شب مثلا این قسمت راجع به شادی باید صحبت کنیم. شادی چیه؟ چگونه باید شاد بود؟ و خداوند میگه علامت آدمهای جهنمی اینه که باید گریه کنن، علامت آدمهای بهشتی هم این است که میخندن، مگه غیر از اینه؟ در سوره توبه میگه فریز حکو قلیلا ولی یبکو کثیرا، باید کم بخندن و زیاد گریه کنن. یکی اومده این آیه رو میخون میگفت آقا این دین شما میگه همش باید گریه کنی، به خاطر اینا همش تو ایران شما همش داری گریه میکنی، اصلا هر کس تو ایران میونه همش در حال گریه است، تو عروسی هم میره گریه میکنه دیگه، اصلا آقا داره سخنرانی میکنه یهو میگه کره زمین گرد است، همه شروع میکنن گریه کردن. آقا این گریه نداره دیگه، کره زمین گرد است دیگه، نمیدونم آسمان بالای سر ماست، همه شروع میکنن گریه کردن، این گریه نداره که. این گریه و خنده خودش بحثی است. خداوند میفرماید فریاس حق و قلیلن، باید اینا کم بخندن. این جهنمی ها رو میگه، نه جام، اصلا در جهنم میگه علی سرور متقابلین، یا میگه وجوه یومئذ نائمه، چهره های اینها شاد خندان، اصلا مؤمن باید شاد باشه. حالا شما قیافه مؤمن رو میبینی همچین اخمو همچین گرفته، اصلا بعضی از مؤمنین من تا حالا خندهشون رو ندیدم، یعنی میگه من مؤمنم ولی اصلا این آقا نمیخنده، این خانم اصلا نمیخنده، بابا بعد بخندی. اما خب اون قاهقاهی که بنده عرض کردم، عرض میکنم که خیلی مهم، اون فرق میکنه. یبن جندب، امام صادق میگه کم بخواب کم بخور. شیعه ما کم میخوابه کم میخوره،
زیاد که بخوابی فرصت ها رو از دست میدی، زیاد که بخوری خوابت میگیره باز فرصت ها رو از دست میدی. بعد میفرماید در بین اجزای بدن ما چشم و زبان خیلی کافرن. این خودش بحثش خیلی مفصله، یعنی چشم و زبان از همه بقیه های اندام بدن خدمتشون کمتره، خدمتشون کمتره، یعنی زیاد به کار میگیریش شما، کم سخن بگو. بله. بعد عرض میکنم که در جای دیگری میفرماید که شیطان مساعد خودش رو پهن کرده است. باز دو مرتبه امام صادق برمیگرده به شیطان، شیطان دام خودش رو پهن کرده است. و عرض میکنم میگه از امام صادق سوال کردم چگونه میتونیم مبارزه کنیم با این دامهای شیطان. میگه از دو راه میتونی تو راه شیطان رو بر خودت ببندی. امام صادق علیه السلام میفرماید فسد و ان، بله، اما مساعده فسد و ان بر الاخوان. یکی این که شما رسیدگی بکنی و نیکی بکنی به برادرانت. برادران که گفته میشه حالا انما المؤمنون اخوه، حالا انسانم الانسان اخو المؤمن. و دیگر این که نمازی از تو قضا نشه. هر دوتا رو امام صادق اشاره میکنه، دوتا عامل رو برای پاره کردن این دام شیطان بیان میکنه. یکی این که نمازت قضا نشه، یعنی استقامت در نماز داشته باشی، نمازت استمرار داشته باشه، اقامه صلات. و دیگر این که به حال برادرانت برسی، خدمت به مردم بکنی و عرض میکنم خدمتون که به اونها برسی. خب عرض میکنم که حالا فرازهای دیگر رو من، چون وقت گذشت و وقتمون تموم شد، یه بعضی از جاهاشو بنده فاکتور میگیرم، یعنی قیچی میکنم، بعد شما مراجعه میفرمید. امام صادق میفرماید ای پسر جندب الماشی فی حاجت اخیه کسایی بین الصفا و المروه. کسی که واقعا بیاد حرکت بکنه برای خدمت به مردم و نجات اونها و گروگشایی از کار اونها، دقیقا عملش اینه که داره حرکت میکنه بین صفا و مروه. و کسی که قضای حاجت مردم رو بکنه کل متشهده به دمهی فی سبیل الله، مانند کسی است که به خون خودش غلطیده است در راه خدا. شیعیان ما شناخته میشن به این صفات. امام صادق میفرماید اینکه دست و دل بازن، سخا دارن. آدمای چیپ، آدمای بخیل شیعه ما نیستن. آدمایی که دستشون، میگه قرآن میگه دستتو به گردنت ننداز، دستتو به گردنت ننداز. چرا؟ وقتی دستت به گردنته نه تو جیبت میره نه به کیفت میرسه. یه عده دستشون رو به گردنشون انداختن. میفرماید اینها اهل سخا هستن. والبذل للاخوان نشانه شون اینه، کمک به برادرانشون میکنن. و عرض میکنم خدمتون که نمازهای مستحبی و نمازهای واجب رو با هم ادا میکنند. خب عرض کنم خدمتون که ای پسر جندب تمام گناهان بخشیده می شود، تمام گناهان بخشیده می شود بجز اون عقوق اهل دعوت تو. یعنی چی؟ یعنی بجز اون کسانی که با تو اهلیت دارن، یعنی شیعیان دیگه، مسلمان های دیگه، هموطنان دیگه که تو حق اونها شدی، یعنی حق اونها رو ضایع کردی، اون گناهان بخشیده نخواهد شد. حق الناس، یعنی حق الناس مربوط می شود به عرض و آبروی اونها، مربوط می شود به خون اونها و مربوط می شود به مال اونها. و کل البر مقبولون، و هر نیکی به درگاه خدا قبول میشه الا ما کان رعاءن، مگر این که در اون ریا باشد. ریا یعنی چی؟ ریا یعنی این که وانمود کردن عملی از اعمال حسنه یا عقاید حقه برای اشتهار پیدا کردن در بین مردم. اینو میگن ریا. یعنی بنده نماز شب میخونم، میام توی این مسجد میگم آی مردم من نماز شب میخونم، قصدم هم از این که به شما میگم این استش که میخوام در بین شما مشهور بشم. شما یه عجب آدم خوبیه نماز شب میخونه. من کمک به دیگران شما فکر ریاکار یعنی کسی که کاری نمیکنه. اتفاقا ریاکار کارا رو انجام میده. ریاکار میاد اون
عقیده حق خودش رو اظهار میکنه، برای اینکه اصلا قصد ریا از امور قصدیه است. ممکنه کسی بلند شه جلوی همه آستینش رو بزنه بالا، بره وضو بگیره، وایس جلو همه الله اکبر نماز بخونه، بگن این داره ریا میکنه. نه، ریا از امور قصدیه است. یعنی این قصدش این نیستش که اشتهار پیدا کنه، قصدش اینه که بگه آی مردم وقت نماز شما بلند شید نمازتون رو بخونید، اصلا میخواد نمازشو بخونه. این که ریا نیست. ریا اونه که قصد من از سخنرانی کردن مشهور شدن باشه، قصد من از نماز خوندن مشهور شدن باشه، قصد من از انفاق، همه اینا هم باطله. یعنی باید بری از همون ریا کننده مزدت رو بگیری. حتی گاهی از مواقع اینو بنده بارها عرض کردم، یه کسی در یه مجلسی میشینه اصلا ریا نمیکنه، اصلا هیچ کارم نمیکنه، تظاهرم نمیکنه، اما قصدش اینه که مشهور بشه، بگن عجب آدم خوبیه که ریا نمیکنه، این ریاکاره. یعنی همون جایی که نشسته هیچی هم نمیگه، این ریاکاره. چون انما الاعمال بالنیات، اون نیات است که خداوند، اون نیات شما هست، اون نیاتی که روح عمل هست. من نیتم اینه که دارم میخوام مشهور بشم. حالا چجوری مشهور بشم؟ اگه بگن عجب آدم خوبیه ریا نمیکنه، من عرض میکنم که از این راه میتونم معروف و مشهور بشم. به هر حال ما امشب رو به نام نامی امام صادق علیه السلام اختصاص دادیم، وصیت امام صادق علیه السلام در اوصاف شیعیان خودشون. یه دو تا نکته هم عرض بکنم. یه نکته این استش که دو تا حکایت بگم. حکایت اول، اولا در تفسیر آیه فلینظر الانسان الی طعامه از امام صادق علیه السلام دارد که انسان باید نگاه کنه به غذای خودش. اینو شما توجه کنید، امام صادق میفرماید یعنی نگاه کند به اون علمی که این انسان میگیرد، کی بهش میده و از کجا میگیره. این خیلی مهمه، چی داره با ما حرف میزنه و چی داره به ما میگه. به غذامون نگاه کنیم، هر چی رو که قبول نباید بکنیم که. حالا این فلینظر الانسان و الی طعامه، اگر شما این آیه قرآن رو بنده عرض کردم، اگر ما عمل میکردیم به همین آیه قرآن فلینظر الانسان و الی طعامه، بسیاری از مشکلات جامعه بشری حل میشد. یکی این که انسان نگاه کنه که غذای روحیش چیه، یکی هم همین غذایی که ما میخوریم. این همه مریضی توی ما پیدا شد توی ایران، شما نگاه کنید، این همه نازایی ما قدیم اینقدر نازایی داشتیم، ما قدیم این همه سرطانی داشتیم، ما انواع و اقسام بیماری ها اینجا بازارش را افتاده، مال آشغال خوریه، آشغال خوری. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه کنه. این حکایت هم عرض میکنم موثقه. امام صادق همسایه‌ای داشتن، به غلام خودش امام صادق فرمود برو این همسایه ما رو صدا کن بیاد. همسایه اومد در حضور امام صادق، یکی از شیعیانه. امام صادق فرمود من شنیدم تو میخوای خونت رو بفروشی، چند میخوای بفروشی؟ گفت مثلا 100,000 دینار. بگو مثلا 100 میلیون. من 100 میلیون میخوام خونم رو بفروشم، اما 40 میلیون میارزه، چرا میخوای بفروشی؟ این فرد عرض کرد که از شیعیانه که من بدهکارم آقا، من بدهی دارم، خونم 40 میلیون، حالا بنده به زبان امروز میگم 40 میلیون میارزه، اما 100 میلیون میفروشم. چرا 100 میلیون؟ چرا 40 میلیون؟ 60 میلیون به خاطر سرقفلی که همسایه شخصیتی مثل شما، یعنی به خاطر شما، دل کندن از کنار شما، اینکه من همسایه شما هستم. این واقعیت الان در منتهی الاعمال هست، در کتب روایی ما هست. امام صادق فرمود، غلامو صدا کرد، گفت این خونتو به من بفروش. گفت آقا من مجانی تقدیم شما میکنم، جانم فدا شما. گفت نه، خونه رو باید به من بفروشی، به همون 100 میلیون هم میخرم، به همون 100,000 هم میخرم. امام صادق علیه السلام 100,000 دینار یا 100 میلیون امروز بگو، اون خونه رو خرید از ایشون و گفت بنویس که این خانه را فروختم به جعفر به قیمت 100 میلیون یا 100,000 دینار طلا. وقتی که امضا کرد، بعد امام صادق زیرش نوشتن که خونه رو خریدم به این قیمت، حالا این خونه رو هبه میکنم به این آقا. خونه رو پولش هم گرفت اون آقا، خونه رو هم بخشید به این همسایه خودشون امام صادق. فرمودن آقا این چه کاریه؟ فرمود چطور شما به خاطر ما این کار رو میکنی؟ ما در برابر کار شما دو برابر انجام میدیم، ما مضاعف انجام میدیم. بنابراین اون چه که در بین شیعه باید شایع بشه و واقعا شیعه به معنای تقویت کننده است، توجه به این کلام این ائمه است که اینها در کلامشون
تجلی کردن و این کلامشون رو ما عمل بکنیم. انشاءالله به این توصیه و وصیت‌های امام صادق علیه السلام ما توفیق داشته باشیم، به بخشش یا به همش توفیق این رو داشته باشیم که جامعه عمل بپوشانیم. خیلی ممنونم از توجهی که فرمودید. انشاءالله هفته آینده ادامه بحث نهج البلاغه علی علیه السلام رو خدمت خود شما خواهم داشت. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. نثار ارواح گذشتگان این جمع، پدران و مادران و معلمانی که برگردن ما حق دارن، الفاتحه مست صلوات.